أعطى الناس يقول الأخوة الأساتذة العشر الأساتذة الذين أنا شفت أساتذة الذين عندهم كان الذين ناقشوني سبعة مشرف كان بديع زمان كوزنفار المناقشون العربي رفعوا عربي جيد كان صادق مشهد كان صادق مشهد صادق مشهد كان فيض الإسلام الذي يسمونه ليس فيض الإسلام شارع نهج البلاغة يسمونه إيران العالمة كان عن أكبر كذا أكبر فياض أكبر شيء هيك دكتور عن السيد علي أكبر سيد علي دكتور علي أكبر فياض الظهور أم صاروا في الغياب كان أيضا الدكتور جولشان كم واحد صاروا سبعة صاروا خمسة بعد في اثنين شيخ الإسلام رئيس الكرسي الشافعي معمم بالأبيض شيخ الإسلام السني يعني رئيس الكرسي السني شيخ الإسلام ما طلع ما حكى شيء بس يعني الهيبة وبعد في واحد سابع هم كانوا سبعة جلسوا في مناقشتي نعم في 15,967 يعني قبل أن تولدوا معظمكم قبل أن تكونوا على الأرض كنتوا ناقش الدكتوراه في كلية الإلهية 15,067 استاد من اونایی که ایشون داشتن در گرفتن درجه دکتر آقای قدیر زمان فروزانفر اینه که مهد و حضور همه شما هستن و در واقع یکی از وزنه های بزرگ دانشگاه تهران ایشون و آقایان دیگری که به انسان مناقشه و نقاشی که بایشون داشتن آقای صادق نشأت و آقای دکتر علی اکبر خیاض هستن دکتر آقای دکتر علی اکبر فیاض آقای سرزوازی و آقای دکتر روشن و آقای شیخ الاسلام و هفتمی رو فراموش کردن در ضمن اشاره هم به این داشتن که درجه دکترا رو در سال 1967 قبل از تولد اکثر شما ایشون درجه دکترا رو گرفتن نمیشاره بود که ایشون داشتن تقريبا هذا المطلوب منا ان نوحد بين الحوزه والجامعه هذه المراحل الجامعيه في العالم الاسلامي والعربي لكن في الواقع دائما الامام الرضا عليه السلام يدفعنا نحو الثمانيه في العالم اليوم حركه جديده للوحده بين العقل الجامعي المنهجي والروح الدين الإلهي هذا الأمر نسميه في العالم سياسة القلوب مثاله درس أول وضع باللغة السويدية واللغة الإنجليزية واللغة الأسبانية مع العربية طبعا مستلهم من سبع كلمات من أمير المؤمنين عليه السلام تقول أحسنوا في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم يعني حافظوا على أولاد الناس يحافظ الناس على أولادكم وتلك هي حاجة الله في الأرض لأن أحبكم إلى الله أنفعكم لعياله أحسنوا في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم مشروعهم لهذا الدرس الأول 20 مليون قارئ محب لأم اللغة هيك عنوان الدرس الأول 20 مليون قارئ محب للدرس الأول الذي هو سورة الفتح الجديد والتي بنيت على سبع كلمات أمير المؤمنين وهي الحكمة 264 في نهج البلاغة عودوا إليها إذا شئتم موضوعة في اللغات التي ذكرنا
بیان که باز اموزه ها را به سمت هشت کشید و عدد هشت و اشاره به نه هفت به کلمه بود ولی احناش اشاره کردن که اموزه ها را به سمت هشت کشید. یک اشاره دارم داشتن که سلام. امروز سلام. يعني رقم 8 صار فتح شديد بنسميه 8 يعني خلص السلم الموسيقي السباعي كجامعة دو ري مي فا صول لا سي خلاص الجامعة خلصنا الآن صار العالم السبعة يعني الدول الجديدة التي هي السلام عن إمام الرضا يعني التي فتح شديد عن إمام الرضا 8 مقبول این دانشگاه رو که تموم کردن در واقع میگه ما از دور اول پایان یافتیم. باز دوباره این دور رو از سر شروع کردن هفت از اون نوتای موسیقی که در نظر گرفتن میگن برگشتیم هشتمش که شد. در واقع ما یک آغازده موضوع آغاز دیگر است. این هشت رو که اشاره کردن منظور اینه که ما یک آغاز دیگر رو آغاز کردیم بعد از پایان اون بخشی که مربوط به دانشگاه و اون هم اینه که امروز یک حرکت جدیدی رو در جهان ما شاهد هستیم و اونم حرکتی که در واقع دانشگاه رو به سمت دین و به سمت گرایش به سمت معنویت سوق میده و این چیزیست که پایه چاره ماست و اشاره هم کردم که کتابی رو دارم در عنوان سیاست دلها و به زبان سوئدی، به زبان اسپانیایی و زبان‌های دیگر ترجمه شده و آن اشاره است به هفت کلمه یا شرحی است بر هفت کلمه که از مولای موحدان علی علیه السلام نقل شده که در فرزندان یا به فرزندان دیگران نیکی کنید تا اینکه نیاکان ببخشید تا فرزندان شما در امان باشند. این کلمات گوهربار حضرت میگویند که امروز بیش از خطاب به بیش از 20 میلیون خواننده در من 20 میلیون خواننده متوجه شدم که اشاره به چی داشتم که جزء حکمت‌های حضرت علی حکمت 254 از نهج البلاغه مولا است. الآن أنا بخدمة الأسئلة هي طبعاً عندنا كلام سوف عبر الأسئلة سوف يأتي نحن في هذا اليوم الأربعاء يوم الأربعاء في المعتاد في الأصول هذا مجلس قرآن بالنسبة لنا السلام عليكم أنا أول المعلمين يعني بالشبه طبعاً طلبت الحكي بالتليفون من أول تكون دائماً حتى أستطيع بس حط لي مددي وداع مدد الخليل نعم أقول نحن في الأصول يوم الأربعاء مجلسنا لنا مجلس قرآني اسمه مجلس آدم يحتشد فيه مجموعة من الإخوة أطباء مهندسون أساتذة جامعة طلاب ويقرؤون السور اليوم يعني نحن اليوم مثلاً تاريخ 2/9 2 أيلول وتاريخ 11 ربيع الأول جمادى الأولى ربيع ما عم يتركني ربيع داخل فيه فإذا نحن في الشهر السادس القمري 11 وفي الشهر التاسع الشمسي 2 إذا نبحث في سور القرآن عن السورة رقم 2 في ترتيب الجمع كما هو القرآن الذي بين أيدينا وفي ترتيب النزول كما نزل على رسول الله ونسأل عن السورة 11 مثلا التي هي في ترتيب النزول وعن السورة 11 في ترتيب الجمع وعن السورة 11 في ترتيب النزول التي هي الضحى 2 البقرة و2 القلم صار 2 و11 هود و11 الضحى صار 2 4 سور اليوم مبدئيا 4 سور اليوم يقرأها حوزتنا جماعتنا يقرؤون هذه السور ويستخرجون منها عنوانا جديدا وقد درب جماعة منهم من الأطباء ومن المحامين ومن الأرمن
ومن السنة ومن الشيعة ومن ملل الأرض يدربون على هذا الكلام، وعندما يتكلمون تحسبون أن آدم وحده يتكلم أو أن ابناً وحيداً لآدم يتكلم، فما تشعرون بنطق الأرمني أو بنطق المحامي أو بنطق الطبيب أو بنطق المهندس، ما تشعرون فرقاً ولا تبايناً، إنه ينطق عن أبيه والابن سر أبيه. هذا في الأصول، وسوف ندخل ننسج بين حوزة وبين الجامعة عبر الأسئلة، فنسمع من هؤلاء ومن هؤلاء إن شاء الله. يا الله. روزان شعشنبه جلسة قرآن داریم که از همه پرشتا و افراد در اونجا حاضر هستند. این سوره رو میخوام، البته بر اساس یک ترتیبی که خودشون دارن، و اون ترتیب هم اینه که ماهای قمری و ماهای شمسی رو در نظر میگیرن. مثلا وقتی که از ماهای شمسی گرفتن ماه دوم هست، سوره دوم رو در نظر میگیرن. حتی یک محاسبه دیگه هم داشتن که محاسبه هم معلوم بشه دقیقتر این مقدار استخراج بکنیم که ایشون محاسبه رو چجوری انجام بدن، چون سوره 11 هم ذکر کردن که سوره هوده. حالا عدد 11 رو چجوری بیان کردم؟ آقا تو بگه مشکل من رو بچیم پک زهر موضوع رو میشن میکنم و اشاره به این دارم که در این جلسه که ما هستیم دکترها و وکیلهای به حساب وکیل مدارا و قشنهای وکیل دادگستری و قشنهای مختلف هستن و هر کدوم ارامنه هم هستن. این اشاره ای که داشتن اینه که جالب اینه که از ارامنه هم هستن و بگیرن که در این مجلس این که هستن هیچ کسی سخن نمیگوی، یعنی همه به نخیر منتحد و میسلا و همه ها هستن. و ذلك نصر الله يؤتيه من يشاء. و ذلك نصر الله. و این یاری خداوند است که به هر کسی مقاهد میده.